سلام، تو کامنت ها ازم خواسته بودین که پرسپکتیو جاده رو بهتون آموزش بدم و میخوام که آموزش بدم. هیچ نکته خاصی نیستش. موارد لازم برای اجرای پرسپکتیو: دفتر خوشهایتون رو بردارید، نازش کنید. 2000 years later. همه دست‌ترین مدادتان رو برداشته و خب من حالا یه عکسی رو آماده کردم. حالا این پوله، ولی خب مثل جاده میمونه دیگه، اصولش مثل همونه دقیقا. خب اگر دقت کنید متوجه میشین که همه خطها به یه نقطه وصل شدن، به یه نقطه رسیدن، از جهتهای مختلف به یه نقطه رسیدن. انگار که ما اینجا یه نقطه داریم که الان این پولمه، یه طرف دیگه پولمه، این تناب بالاشه و اینها هم درختها هستن. درخت ها به این موازات اومدن ولی یکیشون از این نقطه رد شده. خب و دیگه چی داریم؟ و اینجا ما یه خط افق داریم. حالا بستگی داره به خودتون که خط افقتون رو به چه شکل بخواین بکشین، بخواین منحنی دار بکشین یا اینکه یه کمی کج بکشین، اما باید از این نقطه رد شه. خط افقمون از این نقطه رد میشه و یه سری خط هایی داریم عمودی هستن که باز هم از این خط رد میشه و بقیه مثلا درخت ها. خب مثلا یه درختی که داره به این سمت میاد یه درختی از اینجاست. خب این درخت روی این خطی که از این نقطه رد شده میگذره و به موازی این قرار گرفته. خب حالا بیایم که اینو بکشیم. پس من خط افقمو میکشم، نقطه ونیشمو میکشم و در راستای این نقطه میام پلم رو رسم میکنم. حالا توی این عکس کامل به این نقطه نرسیدن. خب پس من میام یه خط از یه خط پایین تر و از اینجا پلم رو رسم میکنم. ببینید تقریبا از اینجا، یعنی دقیقاً از این نقطه خب شروع میشه پل، ولی این رو نداری. اینجا رو پاک میکنم. حالا پاک کنم کثیف شده و اون یکی سمت پل هم همینطور از این نقطه رد میشه و حالا تا انتها میره. خب به موازی که نه، یه خطی در واقع این پایین هست، ببینید اینجا، این هم دوباره همینطور از این نقطه همشون باید رد بشن. میتونید یه خط کمرنگ بکشین و بعدش بیاین پررنگش کنید که این خط باید از این نقطه رد بشه. به همین شکل من ادامه میدم. این تنابو چجوری بکشیم؟ خیلی راحته. ببینید من اومدم یه خط فرضی اینجا کشیدم برای اینکه راستاش مشخص بشه و همینطور که میبینید از خط افق به بالا راستای این خط عوض شده. یعنی قبل این پایین این خط افق خطها به این شکل بودن، بالای خط افق خطها دارن به سمت بالا میرن. خب حالا این خط فرضیمو کشیدم که راستای این تناب مشخص بشه. بعدش میام یه قوس کوچیک اینجاش، این پایینش که نزدیک این نقطه هست میکشم. بعدش میام ادامهش رو به این بالا وصل میکنم. حالا این ادامه ها رو، این اضافه ها رو پاک میکنم به همین راحتی. ویدیو رو دیدین؟ امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر دوست دارین بازم از این مدل ویدیوها ببینین حتما با من همراه باشین. راستی تو کامنت ها به هم بگین که چه آموزش هایی دوست دارین ببینید. تا ویدئوی بعد، خدافظ.